تعارف زمانی هم مثل سایر فعالان کارگری برای ایجاد تشکلات کارگری تلاش میکرد که در روز 17 خرداد 1390 در شهر تبریز به همراه 4 نفر دیگر بازداشت شدند. یک بار دیگه مسئله خاکخوردی که مال چند ماه گذشته بود و توستان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده بود خودشون نشون داد و بلند شد. قضیه کشته شدن دو جوان چابهاری که از روستاهای اطراف چابهار بودن 3 ساعت بعد از اینکه بازداشت شدن توسط ماموران وزارت اطلاعات و ما خواستیم از سازمان ملل که همکاریش رو با ایران مشروط به توقف اعدام‌های مربوط به مواد مخدر. به محض برگشت دوباره براشون زنگ زدم و اونها رو دوباره به اطلاعات بیجار خواستم و ریز اطلاعات من و برادرم و همینطور بیشتر مسائلی که حلوش خانواده ما بود مثل مسائل سال 88 و بعد از اون و حتی مسائلی که مربوط به یارسان میشه جزئیاتشو جویا شدم. ملوک طاهری هستم، مادر محمد علی طاهری. بیاین ثابت کنیم که هنوز انسانیت نمرده. من از همه خبرنگارا خواهش میکنم، مخصوصا خانم امانپور، صدای من به گوش آقای روحانی برسانه. آقای عزیزی، تولدتون مبارک. امیدواریم که شاهد آزادی هر چی سریعتر شما باشه. آقای عزیزی عزیز همه ما، ما موقعی که در شورای حقوق بشر هستیم با شما عزیزان همزیستی داریم. ما هر روز به فکر شما هستیم. ما میخواهیم که هر چی زودتر شما آزاد بشید و امیدواریم سال دیگه در کنار فرزندانتون و شاید هم اینجا در کنار ما تولدتون رو بتونیم جشن بگیریم. آزادیتون هرچه زودتر و تولدتون مبارک. آقای عزیزی عزیز، تولدتون مبارک باشه. امیدوارم که همیشه سالم و تندرست باشید و سال دیگه همین موقع در کنار خانوادتون تولدتون رو جشن بگیرید به امید آزادی شما. آقای عزیزی عزیز، توی روز تولدتون بزرگترین آرزویی که میتونم براتون بکنم آرزوی آزادی شما و همه زندانی‌های سیاسیه. شاهرخ زمانی هم مثل سایر فعالان کارگری برای ایجاد تشکلات کارگری تلاش میکرد که در روز 17 خرداد 1390 در شهر تبریز به همراه 4 نفر دیگر بازداشت شدند که این بازداشت پس از مدت بیش از 1 ماه منجر به آزادی شاهرخ واقعید وسیله شد که بعد از چند ماه زمانی که ایشون مأمور محمد جرایی از تهران عازم مشهد بودند در ترمینال مسافربری تبریز توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد که در دادگاه شعبه 1 دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حلمبر و با وکالت آقای نقی محمودی شاهرخ زمانی به 11 سال زندان محکوم شد. و در دورانی که
مدت محکومیت خود را سپری میکرد، از سوی حاکمیت تحت شدیدترین فشارها قرار گرفت. از جمله تبعید شاهرخ از این زندان به آن زندان و از این شهر به آن شهر، که همواره در این مدت برای به دست آوردن ابتدایی ترین حقوق خودش مجبور بود تنش رو در معرض خطرات جدی قرار داده و اعتصاب قضا کند، که بلند مدت ترین اعتصاب قضای شاهرخ در زندان قزلحصار کرج بود که بیش از 50 روز طول کشید. خیلی خونگرم، خیلی ساده کارگر ساختمانی بود، با دیگر کارگران ساختمانی ارتباط صمیمی خوبی داشت، همواره با اونا سر صحبت رو میکرد، مشکلات اونا رو میپرسید و به بیشترین چیزی که توجه زیادی داشت عدم داشتن بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی بود. سرلوحه کارش داشتن تشکلات مستقل کارگری برای احقاق حقوق صنفی و سیاسی کارگران بود، مثل داشتن سندیکاهای مستقل و حزب مستقل کارگری. دوشنبه ششم مهر ماه در سیومین اجلاس شورای حقوق بشر شرکت کردیم. سازمان حقوق بشر ایران به نمایندگی از چند NGO دیگه در این اجلاس با موضوع بررسی تأثیر مشکلات ناشی از مواد مخدر روی حقوق بشر. We particularly have been concerned about the large number of executions for drug offenses in the Islamic Republic of Iran. و در این اجلاس که خب جزء اجلاس رسمی سازمان ملل هست، حدود 12 نماینده از کشورهای مختلف سخنرانی داشتند، علاوه بر 6 سازمان غیر دولتی که ما یکی از اون 6 سازمان ها بودیم. موضوع صحبت ما در واقع مسئله اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر در ایران بود، که نکته اصلی این بود که ایران در 5 سال گذشته دست کم 2500 نفر رو با این اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام کرده. فقط در 9 ماه اول سال 2015 میلادی بیش از 500 نفر اعدام شدند. با این وجود مسئله مواد مخدر روزانه در حال رشد، هم قاچاق مواد مخدر و هم اعتیاد گسترش یافته در ایران. و به این هم اشاره کردم که دفتر جرائم مربوط به مواد مخدر سازمان ملل با ایران در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر همکاری میکنه و در واقع همکاری این دفتر سازمان ملل و کشورهایی مثل آلمان، فرانسه و ایتالیا به طور غیر مستقیم به اعدامهای بیشتری میانجامه. و ما خواستیم از سازمان ملل که همکاریش رو با ایران مشروط به توقف اعدامهای مربوط به مواد مخدر. بعد از اینکه آقای شاهرخ زمانی فعال کارگری روز یکشنبه 23 شهریور از دنیا رفتن به شکل بسیار مشکوکی توی زندان رجایی شهری کرد، یک بار دیگه مسئله خاک‌خورده‌ای که مال چند ماه گذشته بود و تو استان سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده بود خودشون نشون داد و بلند شد. قضیه کشته شدن دو جوان چابهاری که از روستاهای اطراف چابهار بودن 3 ساعت بعد از اینکه بازداشت شدن توسط ماموران وزارت اطلاعات، جسدشون به بیمارستان چابهار تحویل داده شد. مسئله بود که واقعا نیاز بود حساسیت های زیادی رو برانگیزه. جوان مولابخش عباس‌دهی و نعیم عباس‌دهی 25 و 23 ساله فرزند خدابخش و دادخدا روز پنجشنبه 11 تیر ماه 94 این دو فرد
بعد از اینکه از شیراز برگشتن به چابهار، به محض ورودشون به چابهار کارگر بودند، این دو فرد در شیراز کارگری میکردن، به محض ورودشون تو چابهار بعد اینکه ماشینی میخوان بگیرن به روستای خودشون برن، تو وسط شهر چابهار ماموران لباس شخصی بغل پاسادش دوستخواه اگر اشاره بکنم این حرف رو میگیرن و دقیقا 2 ساعت یا 3 ساعت بعدش جسد اونها رو بیمارستان تحویل میدن. خانواده از طریق بیمارستان مطلع میشه، یک فرد داخل بیمارستان میدونستن، اینا رو میشناختن، جسدشون میبینی میشناسه، به خانواده زنگ میزنه که بیایید فلانی، ما جسدش رو دیدیم توی بیمارستان. خانواده میرن اونجا میبینن که بله جسدشون اونجا هست، تعجب میکنن، از وزارت اطلاعات میپرسن، میگن که اینا سکته کردن در ظرف 2 ساعت بعد از بازداشت. بسیار مشکوک هست اینقدر، خانواده نمیپذیرن این مسئله رو و اونها رو ارجاع میدن به پزشکی قانونی زاهدان. 2.5 ماه هست از پزشکی قانونی زاهدان پیگیری میکنن، پزشکی قانونی هر بار میگه که شما برید و 1 ماه بعد بیایید و تا الان چند باری که رفتن 12 ساعت از چابهار تا اونجا حرکت میکنن میرن. به نحوی دارن ناامید میشن از عدم پاسخگویی که وجود داره و خودشون معتقد هستن که این تعللی که داره صورت میگیره به خاطر این هست که ما نهایتا پیگیر موضوع نشیم، در حالی که موضوع بسیار مهم و حساسی هست که 2 کارگر رو بگیرن، 2-3 ساعتی نگذشته جسدشون تحویل بدن، آثار چندانی هم از ضرب و شتم وجود نداره، واقعا این مشکوک هست به شدت. این موضوع جا داشت که مورد توجه بیشتر رسانه‌ها قرار بگیره، نه الان که مرگ این کار فعال کارگری شاهرخ زمانی عزیز رو ما شنیدیم مجددا بیایم مطرحش بکنیم، بگیم که در کناری که اون مرگ بسیار مشکوک بوده، این مرگ هم مشکوک بوده، ای کاش این موضوع همون موقع مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیره. در مورد مسئله که برای خانواده من پیش اومد، خب ما من و برادرم به خاطر مسائلی که پیش اومد خارج از کشور هستیم و اونها مجبور شدن از طریق ترکیه، یعنی با برادرم قرار ملاقات بذارن که ایشون رو ببینن و قبل از اینکه حتی اقدام کنن که پاسپورت رو بگیرن، اداره اطلاعات بیجار اونها رو خوند و توضیح خواست که برای چی پاسپورت، نیاز به پاسپورت برایش پیدا کردیم و توضیحاتی که دادم. و بعد از اون هم که دو بار یا سه بار که به ترکیه مسافرت داشتم و یک بارش که بنده هم اونجا بودم، به محض برگشت دوباره براشون زنگ زدم و اونها رو دوباره به اطلاعات بیجار خواستم و ریز اطلاعات من و برادرم و همینطور بیشتر مسائلی که حلوش خانواده ما بود، مثل مسائل سال 88 و بعد از اون و حتی مسائلی که مربوط به یارسان میشه، جزئیاتش رو جویا شدم و ریز به ریز مسائل رو از پدرم پرسیدم و تقریبا بازجویی خیلی طولانی هم. ارتباط اطلاعات با خانواده ما، مثلا پدر و مادرم، از زمانی شروع شد که برادرم در بازداشت بود. خوب یادم از زمانی که بازجوی ایشون با مادرم صحبت کرد و من اونجا البته نبودم، توی روستا بودم و من اطلاع پیدا کردم، حتی اجازه نداده بود، مادرم این فارسی بلد نیست، حتی اجازه نداده بود که مادرم با فارسی با کردی صحبت کنه. فشار آورده بود به مادر، به حتی برادرم رو سرش برسد که حتما باید با فارسی باشه ما بفهمیم. اونجا حتی مادرم یک کلمه رو میگه، خب ما مراسمای آینیمونی بهش میگیم جم یا جمخانه، مادرم میگه من جم گذاشتم که امیدوارم زود آزاد شی. برای اون خیلی فشار میاره برادرم که این ماجرای جم چی بود، باید توضیح بدی چی کار میکنی تو جمعتون، خیلی سر این مسئله اذیت شده بود.